به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید. مهران کمالپور هستم. در 11 اردیبهشت ماه 2580 شاهنشاهی هخامنشی با یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های راه شب، کاری از رستاخیز سیمرغ با کتاب در دامگه حادثه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امیدوارم حالتون خوب باشه. ساعتی رو که پشت سر گذاشتید ساعت خوبی بوده باشه براتون و تا پایان راه شب امشب با من همراه باشید. قبل از شروع بخش 11 کتاب در دامگه حادثه، خواهش میکنم دوستان در هر کجایی که این برنامه رو میشنوید و دنبال میکنید در حد توانتون اشتراک گذاری کنید و با لایک و اشتراکتون از ما و از این برنامه حمایت کنید. اما بریم قسمت 11 این کتاب. همونطور که دوستان خاطرتون هست در بخش 10 رسیدیم به پرسش هایی که عرفان قانعی فرد از پرویز ثابتی مدیر کل اداره 3 ساواک در خصوص علی شریعتی پرسید. بریم با هم ادامه پرسش و پاسخ‌ها رو بشنویم. بله، پرسش: وقتی شریعتی در خرداد 1356 مرد، شما کجا بودید؟ پاسخ: وقتی که من در سال 1977 برای مسافرتی در آمریکا بودم و برای کاری دعوت شده بودم، در فرودگاه داشتم برمیگشتم ایران. همکاران ما آمدند به فرودگاه نیویورک و در آنجا به من گفتند که علی شریعتی در لندن مرده است. دوستان، پوزش از وقفه‌ای که ایجاد شد. بله، وقتی که من در سال 1977 برای مسافرتی در آمریکا بودم و برای کاری دعوت شده بودم، در فرودگاه داشتم برمیگشتم ایران. همکاران ما آمدند به فرودگاه نیویورک و در آنجا به من گفتند که علی شریعتی در لندن مرده است. پرسش: قرار بود که داستان مسعود رجوی را تعریف کنید. پاسخ: رجوی در شهریور 1350 دستگیر شد و جزو 10 بود که محکوم به اعدام شده بود. برادر مسعود، یعنی کاظم رجوی، را من می شناختم که فکر کنم در اوایل بحثمان برایتان توضیح دادم که در سال 1336 با هم به مدت 1 برای استخدام در آموزش و پرورش دوره ای را طی کردیم و با هم آشنا شدیم. کاظم رجوی پس از 1-2 برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی فعالیت می کرد. من هم برای مسافرتی به سوئیس رفته بودم و از طرف ساواک کاری داشتم و 8-9 هم از سابقه من در ساواک می گذشت. حوالی سال 1347 بود و خواستم که کاظم رجوی را ملاقات کنم
که مثلا ببینم چه کاری میتوانم درباره او انجام بدهم. به کاظم تلفن زدم و گفتم که مرا یادت هست؟ گفت بله، کجا هستید؟ و همدیگر را ببینیم. و رفتیم و همدیگر را دیدیم. از او پرسیدم اینجا چه میکنی؟ البته میدانستم و پرونده‌اش را مطالعه کرده بودم. به هر حال دیدم که خیلی هم سفت و سخت نیست و فقط یک انتقادهایی از شاه دارد، ولی زیاد مهم نیست. مسلماً در آن موقع هنوز نمیتوانست که برادرش یعنی مسعود در شبکه مجاهدین خلق فعالیت دارد. از من پرسید که شما چه میکنید؟ من هم گفتم که در نخست وزیری هستم. گفت همان ساواک؟ من هم صراحتاً گفتم بله. گفت که خب اینجا در سوئیس چه میکنی؟ خلاصه در حین گفتگو دیدم که دومش سست است و به عنوان نمایندگی ساواک در آنجا استخدامش کردم و به نماینده ساواک در ژنو تحویلش دادم و ماهی 1000 فرانک سوئیس هم برایش حقوق گذاشتیم و مأمور ما شد و گزارشات برای ما ارسال می‌گردید. تا اینکه سال 1350 که برادرش مسعود دستگیر شد، کاظم فوری نامه نوشت و تلفن زد که آقا دستم به دامنت، برادرم را نجات دهید. و من هم گفتم که ببینم چه کاری میتوانم بکنم. و بعد مسعود محکوم به اعدام شد. کاظم جاهای مختلفی هم میرفت و ضمن این که به من متوسل میشد، میرفت مثلا ژان پل سارتر را هم میدید که علیه اعدام ها کاری بکند و مسعود اعدام نشود. من یک گزارشی درست کردم که برادرش برای ساواک این کارها و خدمات را کرده و مسعود رجوی را یک درجه تخفیف بدهیم. شاه هم موافقت کرد و یک درجه تخفیف داده شد و مسعود رجوی اعدام نشد. پرسش: فکر کنم تا حدی توانستید که مسعود را به ساواک جذب کنید. البته خودش منکر این قضیه است. پاسخ: نه، در بازجویی ها نسبتاً همکاری کرد و آرام بود. خبر یک درجه تخفیف را که دادیم به روزنامه ها نوشتیم که این 10 نفر محکوم به اعدام شدند و مسعود رجوی به علت اینکه در جریان بازجویی با ما همکاری کرده است شامل یک درجه تخفیف شده است. پرسش: در واقع او را تخریب و بی اعتبار کردید؟ پاسخ: بله، آن وقت در زندان معترض شده بود که نخه، من چه همکاری داشتم، در حالی که همکاری کرده بود. در بازجویی ها خیلی آدم ها را معرفی کرده بود و جمهوری اسلامی هم چند سال پیش بازجویی هایش را منتشر کرده بود. در زندان گاهی زندانی ها شلوغ می کردند، او می رفت و می گفت که شلوغ نکنید، در حالی که مخفیانه فعالیتش را داخل زندان می کرد و تنها کسی بود که از همان گروه اول مانده بود و نتیجتاً اتوماتیک رهبر شده بود. شاپور بختیار در کتابش از قول احمد میرفندرسکی سفیر ایران در مسکو نوشته است که کاسیگین برای عدم اعدام رجوی واسطه شده و دائماً درباره رجوی با من حرف زده است. میرفندرسکی گاهی با کاسیگین تخت نرد بازی می کرده، اما این داستان که روس‌ها واسطه شده‌اند برای آزادی رجوی ابداً درست نیست. متاسفانه یا خوشبختانه من واسطه شدم برای آزادی و زنده ماندن رجوی. علت این که میرفندرسکی اشتباهاً اسم رجوی را گفته بود این بود که کسی را به اسم پرویز حکمت‌جو در زندان داشتیم که از توده‌ای‌ها بود
درباره آن شبکه برای شما گفتم که آمد به ایران و با علی خاوری دستگیر شده بود و روس‌ها دنبال پرویز حکمتجو بودند که از زندان آزاد شود و مرتباً به میرفندرسکی هم میگفتند. وی پرویز حکمتجو را با مسعود رجوی قاطی کرده بود و شاید به خاطر جو در هر دو نام بوده که به اشتباه ببخشید شاید به خاطر جو در هر دو نام بوده که به اشتباه گفته است که روس‌ها برای رجوی واسطه می شدند. پرسش: البته مجاهدین خلق با شوروی تماس داشتند. پاسخ: بله داشتند، ولی نه سر آن جریان. ارتباط آنها برقرار شده بود. بعد از انقلاب هم سعادتی که با شهرام از زندان شهربانی ساری فرار کرده بود با کاگبه کار میکرد که دستگیر و اعدام شد. ارتباط با کاگبه در اروپا هم برقرار بود. وقتی به حضرات آمریکایی ها میگفتیم که اینها با کاگبه تماس دارند میگفتند نه و باورشان نمیشد. همان وقت که وحید افراخته را از مجاهدین دستگیر کردیم که تا دو افسر آمریکایی ترنر و شفرز را کشته بودند و وحید افراخته یکی از آن زاروین بود، شخصا در بازجویی به ترور شفرز و ترنر اعتراف و گفته بود اسناد همه آنها را فرستادیم فرانسه و در سفارت شوروی به روس‌ها در پاریس تحویل دادیم. ارتباطشان از آن وقت برقرار شده بود. چریک‌های فدایی خلق هم ارتباطشان برقرار بود، کما اینکه حسن ماسالی در کتابش درباره ارتباط کاگبه با چریک‌های فدایی خلق اعترافاتی کرده است. پرسش: یعنی بسیاری از حرکات داخل کشور را خود روس‌ها تحریک می‌کردند؟ پاسخ: بله، اینها ارتباط داشتند. ارتباط مستقیم و غیر مستقیم داشتند و حالا خودشان هم به آن موضوع اعتراف کردند. شما کتاب جنبش چپ نوشته ماسالی را بخوانید که درباره ارتباط آنها با کاگبه در اروپا صحبت کرده است. البته آن روابط از نظر ما قطعی بود، اما این حرفها را وقتی به آمریکایی‌ها می‌گفتیم نمی‌فهمیدند. باور کنید، خودم هم وقتی در سال 1977 که به آمریکا آمدم با همین حضرات دعوایم شد. می‌گفتم اینها با روس‌ها رابطه دارند، آنها می‌گفتند نه خیر، ما چنین اطلاعاتی نداریم. هر کس که با شاه مخالف است شما میگویید که با روس‌ها در ارتباط است. من هم گفتم ما سندشان را داریم و به خود نمایندگی شما داده ایم، اما نمیفهمیدند. پرسش: وقتی که آن حادثه برای ژنرال آمریکایی در ایران رخ داد، سازمان سیا به ساواک نگفت که در داخل ایران چه خبر است؟ پرسش: خب داستان را می دانستند. وقتی وحید افراخته را گرفتیم هر روز از ما گزارش می گرفتند. پرسش: مرکز CIA هم در تهران بود و با ساواک همکاری داشتند، شاید برای این بود تا روس‌ها را کنترل کنند. پاسخ: بله، در آذربایجان و مازندران و گیلان و خراسان مراکزی داشتند و تمام عملیات شوروی را تا 400 کیلومتر داخل خاک آن کشور رصد می‌کردند و خیلی هم رسمی بود. پرسش: چرا شما در تلویزیون در سال 1350 به جای مجاهدین خلق می‌فرمودید نهضت آزادی و در رسانه‌ها مثلا فرمودید که عده‌ای از ایرانیان در لیبی دوره‌های تروریستی می‌بینند؟ آیا به خاطر نقدهای شدید و لحن معمر قذافی بود یا واقعا چون این مسئله صحت داشت؟ پاسخ: در پاسخ به بخش اول سوالتان باید بگویم به خاطر اینکه آن ایام نمی‌خواستیم که نام مجاهدین خلق مطرح بشود.
چون از شکم نهضت آزادی در آمده بودند می گفتیم نهضت آزادی. اما درباره بخش دوم سوال شما باید بگویم که خیر، اتفاقا واقعیت داشت. آنها می رفتند و بیشتر پول می گرفتند و گاهی هم دوره می دیدند. پرسش: این تئوری نمی دانم درست است یا غلط، اما پس از ترور هافکینز آیا در ایران جو ضد آمریکایی روز به روز شدیدتر شد؟ پاسخ: کشته شدن هافکینز باعث تشدید جو ضد آمریکایی نشد و تغییری در ذهن مردم ایجاد نکرد. گروه‌هایی که مارکسیست و کمونیست بودند خوب ضد آمریکایی بودند و شاه را عامل آمریکا و اسرائیل می‌دانستند و خودشان را ضد آمریکا. پرسش: و شما کاری به کنترل این موضوع نداشتید؟ پاسخ: کنترل ما این بود که گروه‌هایی را که دست به تشکیل سازمان و هسته تروریستی می‌زدند دستگیر می‌کردیم و تحت تعقیب قانونی قرار می‌دادیم و درباره آنها افشاگری می‌کردیم. پس رستاخیز سیمرغی بودن. پرسش: اما واقعاً این بگیر و ببندها عامل کنترل بود و دوای درد؟ انگار همه سوار موج هیجان شده بودند. پاسخ: چه کاری میشد کرد؟ وظیفه ما این بود که این افراد فعال را دستگیر کنیم تا بتوانیم سازمان یافته ها را از بین ببریم و بعد هم تا جایی که بتوانیم آنهایی را که نادم هستند از زندان آزاد کنیم و به آنها کمک کنیم تا سر کارشان بروند. مبارزه با تبلیغات ضد آمریکایی وظیفه دستگاه سیاسی و تبلیغاتی کشور بود. پرسش: آن وقت ساواک اعلام داشت که چند نفر قصد روبودن یا ترور شاه و فره و ولیعهد را دارند. پاسخ: شاه نه، ملکه و ولیعهد. پرسش: اعلام کردید که اینها زمینه و زیربنای کمونیستی دارند و افرادی مثل سماکار و تیفور بودهایی و خسرو گل سرخی و دانشیان دستگیر شدند. آیا در زندان با اینها دیدار داشته اید؟ پاسخ: نه، اینها را شخصا ندیدم. خسرو گل سرخی هم دادگاهش را سالها بعد از اینترنت دیدم که از مارکس و امام حسین صحبت میکرد. پرسش: اما گروهی از منتقدین دادگاه را نمایشی می دانستند. پاسخ: فیلم دادگاه را همین یک ماه پیش دیدم. آن موقع هم البته از تلویزیون پخش شد. می دانید که گل سرخی زن اولش عاطفه گرگین خواهر گرگین بود که در تلویزیون معاون بود، که البته طلاق گرفته بود. گل سرخی در دادگاه گفت که من مارکسیست لنینیست هستم و امام حسین را مظهر مساوات می دانم. کمونیست دو آتشه بود، از امام حسین و قرآن در حرفایش استفاده می کرد. شبکه اینها سال 52 کشف شد. زمانی بود که دیگر ناصر مقدم از ساواک رفته بود و من مدیر امنیت داخلی بودم. سالی یک بار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جشنی را برگزار می کرد و ملکه می آمد و جایزه می داد و من هم گاهی در آن مراسم دعوت داشتم و می رفتم. پرسش: خانمی هم در آنجا مسئول بود که البته از شادروان محمد قاضی درباره اش شنیدم. پاسخ: خانم لیلی امیر ارجمند. بله، اینها برنامه‌شان این بود که در آن جشن آدم ربایی کنند، یعنی ولیعهد را بدزدند و حتی اگر بتوانند ملکه را، چون فیلمبردار مراسم همینها بودند. برنامه‌شان این بود که وقتی دوربین را به داخل می‌بردند ممکن است که کسی اینها را کنترل نکند و می‌توانند هر چرا که خواستند به داخل آنجا ببرند و بگویند زندانیان باید آزاد شوند. یکی از افراد اصلی آنها همین خانم شکوه میرزادگی بود. آن وقت اسم شوهرش فرهنگ بود
و به وی شکوه فرهنگ می گفتند، که دستگیر شد و همکاری کرد، آزاد شد. نمی خواستیم که هیچ کدام از این افراد اعدام شوند. ما خیلی سعی کردیم از آنها کسی اعدام نشود. از اینها 6 نفر محکوم به اعدام شده بودند که 4 نفر را توانستیم عفوشان را بگیریم و گل سرخی میخواست که قهرمان باشد. پدر کرامت دانشیان هم یک استوار بازنشسته بود که در دفتر خود من کار میکرد و او هم 2 آتشه بود. این 2 نفر که اعدام شدند رهبران گروه تروریستی شناخته شدند. پرسش: بت‌هایی هم اعدام نشد و شنیدم الان زنده است و در کردستان عراق زندگی می کند. پاسخ: بله. پرسش: در زندان با شما همکاری داشت؟ پاسخ: نه، همکاری خاصی نداشت، اما اعتراف آتش را کرد. پرسش: اما بعضی ها مثل همین آقای بهرام مشیری در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شبکه‌های لس‌آنجلسی میگویند که هفتیر چوبی داشتن و چرا باید اعدام می‌شدن و چرا در دادگاه نظامی؟ پاسخ: موقعی که ما مطلع شدیم کسانی برنامه‌ای برای ترور و یا گروگانگیری دارند و برای این کار اسلحه تهیه کردند، باید صبر می‌کردیم تا آنها مأموریتشان را انجام دهند و بعد آنها را دستگیر و تعقیب کنیم. بت‌هایی در شیراز و سایرین دنبال تهیه اسلحه بودند و سلاح‌هایی هم تهیه کرده بودند که در دادگاه علنی روی میز دادگاه بود و به آنها اشاره می‌شد. یادم هست مقدم سلیمی یکی از متهمین اسلحه ای را تهیه کرده بود. مشیری میگوید اسلحه آنها چوبی بوده. تصور میکند آنها بچهای 2-3 ساله بودند که اسباب بازی در اختیار آنها گذاشته شده باشد. نمیدانم مشیری این حرف را در حال خماری زده یا نشئگی. او در مقابل 4000 دلار در ماه که حسیبی برای برنامه به او میپردازد، باید مطالبی را ببافد که برنامهش پرشور شود. چقدر میتواند به خانواده پهلوی حتاکی کند؟ پرسش: آقای ثابتی، بعضی از تحلیلگران حکومت فعلی و شاید هم به اصطلاح منتقدان معتقدند که خالق مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق و عامل رشد آنها خود پرویز ثابتی بوده و شخصا من فکر نکنم این تئوری مبالغ آمیز درست باشد. پاسخ: در مورد این ادعای تحلیلگران و منتقدین که قطعاً اسناد و مدارک لازم را در دست دارند، انکار بیفایده است، چون آنها ممکن است این اسناد را منتشر و من را بی‌اعتبار کنند. لذا ناچارم اعتراف کنم که در شهریور 1320 که روس‌ها و انگلیسی‌ها ایران را اشغال کردند، روس‌ها مبادرت به تأسیس حزب توده ایران کردند. من چون با کمونیست‌ها مخالف بودم، برای خونسا کردن فعالیت‌های آنها با MI6 سازمان اطلاعاتی انگلستان تماس گرفتم که بتوانم به کمک آنها یک سازمان سیاسی دیگر که بتواند با کارهای تبلیغاتی کمونیستا مقابله کند تأسیس کنند. آنها مهندس مهدی بازرگان را که فردی مذهبی و دارای انگیزه های سیاسی اسلامی و سالها با آنها بود به من معرفی کردند و من با کمک انگلیسی ها ابتدا به تشکیل انجمن های اسلامی مختلف از قبیل انجمن اسلامی مهندسین، معلمین و دانشجویان اقدام کردم و این سازمان ها سالها علیه حزب توده و کمونیسم مبارزه می کردند و در سال 1340 از مجموع این انجمن ها جمعیت نهضت آزادی را
به وجود آوردند. همزمان انجمن نشر حقایق اسلامی را در مشهد به وسیله محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی، به وجود آوردند که با انجمنهای اسلامی فوق الذکر و حسینیه ارشاد و نهضت آزادی همکاری کند. از طرف دیگر با کمک MI6 در حزب توده نیز نفوذ کردم و با کمک مصطفی فاتح که سالها بعد با من قوم و خویش شد و از افراد نفوذی دولت انگلیس در حزب توده بود، توانستم خانواده جزنی را وارد فعالیت‌های حزب توده کنم تا آنجا که همه اعضای این خانواده از فعالترین اعضای حزب توده شدند. پس از 2 دهه، زمانی که تب جنگ‌های چریکی در بسیاری از نقاط دنیا مد شد و شدت پیدا کرد، تصمیم گرفتم از شکم نهضت آزادی و طرفداران شریعتی، سازمان مجاهدین خلق و از بقایای حزب توده با استفاده از بیژن جزنی چریک‌های فدایی خلق را ایجاد کنم و از هر جهت آنها را تقویت و باعث رشد آنها شوم و سپس برای اینکه اقتدار و هوشمندی خود را به شاه نشان دهم، با تمام قدرت با آنها مبارزه کردند تا آنجا که آنها 6 بار قصد ترور مرا داشتند. پرسش: این مطالب را که مزاح می‌فرمایید و شوخی است، واقعیت چیست؟ پاسخ: چطور شما اراجیف آنها را که بیشتر شبیه جوک است نقل قول می کنید و به آن بها داده اید که از من درباره در این باره سوال می کنید و جواب جدی مرا شوخی تلقی می کنید؟ اگر فردی قادر باشد 2 سازمان چریکی با تعداد قابل ملاحظه عضو و ایدئولوژی های متفاوت را ایجاد و پرورش دهد که افراد آن حاضر باشند برای اهدافی که من برای آنها تعیین کردم از جان خود بگذرند، چرا من نمیتوانم یک فرد نابغه باشم که از سن 5 سالگی چنین کاری را آغاز کرده باشم؟ بسیار خوب، حالا که شما اصرار دارید جدی تر صحبت کنیم. بگذارید جدی صحبت کنیم. اگر کمک من به مجاهدین خلق این باشد که من جان مسعود رجبی را به خاطر برادرش کاظم که مأمور ما بود و خودم در سوئیس او را استخدام کرده بودم نجات دادم، این ادعا درست است و ماجرا را در جای دیگری برای شما توضیح خواهم داد. کمک دیگر من به مجاهدین خلق و چریکان فدایی خلق از این قرار بود که در اوایل سال 1351 دادگاه‌های مختلف نظامی 50 و چند نفر از اعضای گروه‌های مختلف تروریستی را محکوم به اعدام کرده بودند که می‌بایستی در فاصله کوتاهی گروه گروه اعدام شوند. من بعضی از این افراد را مستحق اعدام نمی‌دانستم. با ارتش بود نصیری صحبت کردم که دادرسی ارتش روی روال قانونی چنین احکامی را صادر کرده است. جرائم بعضی از این افراد در درجه نیست که اعدام شوند. با وزیر جنگ که فرجام‌خواهی محکومین به اعدام را به عرض اعلیحضرت می‌رساند صحبت کنیم و ترتیبی بدهیم که این افراد طبقه بندی شوند و برای بعضی از آنها اعلیحضرت 1 درجه تخفیف بدهند و محکوم به حبس شوند. تیمسار نصیری گفت: این کار دیگر به ما مربوط نیست. وظیفه ما تکمیل پرونده و فرستادن آن به دادرسی ارتش است و از این مرحله به بعد ما دیگر وظیفه‌ای نداریم. من با هویدا نخست وزیر صحبت کردم و ماجرا را گفتم و از او خواستم که با شاه صحبت کند. او با شاه صحبت کرد و 2 روز بعد از دفتر ارتش بود عظیمی، وزیر جنگ،
خبر دادند که به امر شاهنشاه برای بررسی درباره محکومین به اعدام در دادگاه‌های نظامی جلسه‌ای در دفتر وزیر تشکیل می‌شود و از نصیری خواسته شده بود در جلسه شرکت کند. نصیری زیر دعوتنامه نوشته بود سپهبد مقدم در کمیسیون حضور یابد. آن موقع مقدم هنوز مدیر کل امنیت داخلی بود و من معاون او بودم. مقدم که ماجرا را به وی گفته بودم از نصیری اجازه خواست که من در جلسه شرکت کنم و نصیری هم موافقت کرد. جلسه مزبور در دفتر وزیر جنگ تشکیل شد که در آن ارتشبد عظیمی، وزیر جنگ، سپهبد صدری، رئیس شهربانی، سپهبد فضل الله جعفری، جانشین رئیس شهربانی، سپهبد فخر مدرس، رئیس دادرسی ارتش، سپهبد بهزادی، دادستان ارتش، سپهبد موسی لاریجانی از ستاد ارتش و من از ساواک شرکت داشتند. وزیر جنگ دستور شاه را قرائت کرد. من که مسبب تشکیل جلسه بودم، چون از طریق غیر سلسله مراتب اقدام کرده بودم، وانمود کردم که از جریان بی اطلاع بودم و مانند دیگران به اظهارات وزیر جنگ عکس العمل نشان دادم. بعد از اینکه برخی از اعضا اظهار نظرهای مختلفی کردند، من در تایید اوامری که صادر شده صحبت کردم و گفتم قضات در دادرسی ارتش به وظایف خود طبق قانون عمل می کنند، ولی همه محکومین وضع مشابهی ندارند و مصلحت اقتضا می کند قبل از اینکه وزیر جنگ فرجام خواهی محکومین را به عرض برساند، کمیسیونی کیفیات پرونده هر محکوم را بررسی و درباره استحقاق و یا عدم استحقاق آنها برای یک درجه تخفیف اظهار نظر کند. پس از بحث و گفتگوی مفصل، ضابطه و قواره‌ای تهیه و امضا شد که طبق آن محکومین به چند دسته تقسیم می شدند. دسته های 1 و 2 کسانی بودند که رهبری گروه های تروریستی را به عهده داشتند و یا در قتل شرکت کرده بودند که می بایستی حکم درباره آنها اجرا شود. برای کسانی که در فعالیت های دیگر نظیر بمب‌گذاری و یا اقدام مسلحانه برای ایجاد وحشت شرکت کرده ولی موجب قتل نشدند، کیفیات مخففه و مشدده در نظر گرفته شد. اینکه آیا برای یک بار به چنین اقدامی دست زدند و یا آن را تکرار کردند و در بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها با مأمورین همکاری کرده یا خشونت نشان دادند و برخی معیارهای دیگر در نظر گرفته شده بود. قرار شد یک کمیسیون 3 نفره با شرکت سپهبد بهزادی و سپهبد جعفری و من اعضای دائمی این کمیسیون باشند. در جلسات اولیه این کمیسیون 3 نفره پرونده آن 50 و چند نفر یک به یک مورد بحث قرار گرفت و طبقه بندی لازم را انجام دادیم که از بین آنها 20 و چند نفر مستحق اجرای حکم و 30 و چند نفر مستحق یک درجه تخفیف تشخیص داده شدند و نظریات کمیسیون به همراه فرجام خواهی محکومین به وسیله وزیر جنگ به عرض شاه رسید و با آن موافقت و احکام به مورد اجرا گذاشته شد. از آن به بعد هم سالها این روال ادامه داشت و محکومیت هر کس قطعی می شد، پرونده در کمیسیون 3 نفره مورد رسیدگی واقع و اظهار نظر می شد و در تمام این مدت شاه همه نظریات را به استثنای یک مورد تصویب کرد و آن یک مورد راجع به دختری از اعضای مجاهدین خلق بود که در تیم ترور سرتیب زندیپور رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری شرکت کرده بود
و بنا به پیشنهاد من کمیسیون موافقت کرد، چون او دختر جوانی است و ممکن است اعدام او عکس العمل مناسبی در جامعه نداشته باشد. زن بودن او کیفیت مخففه در نظر گرفته شده و مستحق یک درجه تخفیف شناخته شود. اما موقعی که اظهار نظر کمیسیون به وسیله وزیر جنگ به عرض شاه رسیده بود، شاه گفته بود ما گفته ایم زنها و مردها در جامعه مساوی هستند. تبعیض چه معنایی دارد؟ اگر جرم این زن مشابه جرم مردانی است که اعدام می شوند، چرا زن بودن او باید کیفیت مخففه در نظر گرفته شود؟ و نتیجتاً این دختر نیز اعدام شد. پرونده این کمیسیون باید در دادرسی ارتش مانده باشد. پرسش: در ایران چند کتاب، البته بسیار خواندنی، در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی درباره سازمان‌های چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق منتشر شده که ساواک را به آدمکشی و جنایت و داغ و درفش متهم می‌کنند. البته در همه جای دنیا بمب‌گذاری و ترور و اقدام مسلحانه و را محکوم و مذموم است و برخی معتقدند که شاید از ساواک فقط بتوان تشکر کرد که توانست ریشه اقدامات مسلحانه را در ایران آن زمان تا حد بسیاری بخشکاند و امروزه قدر آن را می فهمیم. پاسخ: شما از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی جمهوری اسلامی چه توقعی دارید؟ پرسش: در مصاحبه تلویزیونیتان در سال 1350 فرمودید همین مسئله را که کمونیست‌ها و مذهبی‌ها بهتر از درباره آزادی و دموکراسی حرف نزنند. پاسخ: واقعاً یک فرد کمونیست حق ندارد از آزادی و دموکراسی حرف بزند. آنها فقط شانس آوردند که به قدرت نرسیدند. اگر اینها به قدرت می رسیدند، از استبداد و تهجر مذهبی بدتر می کردند. همین دار و دسته انقلابی حزب توده و مائیست ها از همه دیکتاتورها بدتر بودند. از پالپود کشتار بیشتر می‌کردند و 2 میلیون را ممکن بود بکشند و شانس آوردند که به قدرت نرسیدند، که مسئولیت جنایات و ترورها به گردنشان نیفتد. و حالا ادعا می‌کنند که بله، اگر آزادی و دموکراسی می‌بود چنین و چنان می‌شد. بالاخره به طور نسبی که آزادی در ایران بود، آزادی اقتصادی که 100%، اجتماعی که 100%، آزادی سیاسی هم که به طور نسبی بود. شما جوانهای ایران باید توجه به این نکته داشته باشید که مجاهدین و چریکها وابستگیشان به شوروی و سازمان انقلابی حزب توده به چین مسلم بود. همواره باید بر این نکته تاکید بشود که اینها شانس آوردند که به قدرت نرسیدند، وگرنه معلوم نبود که سرنوشت ایران و مردم ایران به کجاها می رسید. دو گروه فکری، یعنی کمونیست ها، اعم از طرفداران شوروی یا چین و یا مستقل از یک طرف و گروه های مذهبی از طرف دیگر، به نظر من چند خصیصه مشترک دارند که مخالف آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملت ها هستند. و به همین دلیل من همیشه عقیده داشتم که با آنها که خود اذعان می کنند در صورت به دست گرفتن قدرت با آزادی و دموکراسی برخورد خواهند کرد، نباید اجازه داد که در کار خود موفق شوند و با استفاده از آزادی در جوامع موجبات از بین بردن آن را فراهم آورند. وجوه مشترک کمونیست‌ها و مذهبی‌ها عبارتند از: 1.
هر دو مخالف آزادی می باشند. کمونیست ها طبق اصول و دکترین احزاب کمونیستی در نظر دارند دیکتاتوری پرولتاریا در جوامع برقرار کنند که بدترین نوع دیکتاتوری است و نمونه های آن را در شوروی، چین و کامبوج و جاهای دیگر دیده ایم. حکومت های مذهبی به خصوص از نوع اسلامی آن عقاید و ایدئولوژی های خود را فصل الخطاب می داند و با هر گونه افکار و عقاید دیگر مبارزه و آن را محاربه و ضدیت با خدا تلقی می کند و مخالف آزادی می باشند. دو، هر دو توسعه طلبند و انترناسیونالیست بوده و می خواهند مرام و مسلک خود را به دنیا تحمیل کنند. سه، هر دو معتقدند درباره همه مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی راه حل دارند و حرف آخر را می زنند و اجازه بحث و مجادله درباره مسائل مطرح در جامعه را نمی دهند. از طرز حکومت و حقوق شهروندان گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و طرز لباس پوشیدن و موسیقی و اول پای چپ یا راست را در توالت گذاشتن از قبل معین و مشخص کردند و کسی نباید خلاف آن عمل کند و یا بیاندیشد. پرسش: چرا در این ایام و به خصوص پس از انقلاب این همه از پرویز ثابتی یک چهره مخوف و جانی ساختند؟ حتی مجله ایران شهر شما را به عنوان، البته خیلی از محضرتان پوزش می‌خواهم، ثابتی را آدمخوار شکنجه‌گر معرف می‌کند. علت این توصیف‌ها و رفتارها چیست؟ پاسخ: شما انتظار داشتید تروریست‌ها و کمونیست‌ها و دشمنان امنیت مملکت از بنده تعریف و تمجید کنند؟ اینها بیشتر به من حمله می‌کنند برای اینکه شخص یا کس دیگری را در آن دستگاه معروف‌تر از ثابتی نمی‌شناسند. همه 4 نفر رؤسای ساواک کشته شدند و حیات ندارند که به آنها حمله کنند. مخالفین رژیم، چه کمونیست و چه مذهبی ها، برای بدنام کردن شاه و ساواک از هیچ گونه دروغ پردازی و اتهام زنی غیر اخلاقی ابایی نداشته و متاسفانه این اتهامات و شایعات گاه مورد باور مردم نیز قرار می گرفت. داستانی را بد نیست در اینجا برایتان تعریف کنم. چند ماه بعد از انقلاب در پاریس با مصباح جالینوس که سالها رئیس برق توانیر، یعنی برق سراسری، و سپس از مدیران بالای شرکت نفت و دوستان من بود صحبت می‌کردم، گفت: پرویز، این شایعاتی که در ایران وجود دارد اگر 50% هم صحت داشته باشد به نظر بسیار بد است. گفتم: چه شایعاتی را تازه شنیده اید؟ گفت: میگویند تو در دهان آیت الله طالقانی ادرار کردی. گفتم: به چند دلیل این مطلب صحت ندارد. پرسید که دلایلت کدامند؟ در پاسخ گفتم: دلیل اول این که من بخشنامه کرده بودم هر متهمی دروغ بگوید در دهان او ادرار کنند و اگر متهم مجتهد باشد و باز هم دروغ بگوید در دهان او فلان. چطور ممکن است که من چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده باشم و خودم به آن عمل نکنم و در دهان مجتهد دروغگو به جای فلان ادرار کنم؟ گفت: واقعا چنین بخشنامه‌ای صادر کرده بودی؟ گفتم: چه عیبی دارد؟ دلیل دومی که من این طالقانی را در عمرم هرگز ندیدم. سوم این که خود او و دخترش اعظم طالقانی در تهران این اراجیف را تکذیب کردند. بعد به جالینوس گفتم: اگر پنجاه درصد هر شایعه‌ای صحت داشته باشد، این که در صورت‌های
در صورتهایی که مخالفین رژیم حوالی انقلاب درباره کسانی که پول از کشور خارج نمودند منتشر کردند، از تو هم نام برده شده که 19 میلیون دلار از کشور خارج کرده ای. آیا این مطلب صحت دارد؟ در پاسخ گفت حتی 1% هم صحت ندارد. گفتم چطور شایعات درباره من 50% صحت دارد و در مورد شما که اعلامیه کتبی هم صادر شده به کلی بی اساس است؟ تو که شوخی را از جدی تشخیص نمی دهید، بهتر از هر مطلبی را که به تو بگویند باور نکنی. آقای جالینوز که فردی تحصیل کرده و فهمیده و از مقامات سابق رژیم بود، چون این شایعه ای را باور کرده بود، چه رسد به مخالفین رژیم؟ پرسش: خیلی از این افراد می نویسند که آقای پرویز ثابتی را یک بار دیده ایم، در سر جلسه بازجویی ما حاضر بوده، آمد پیش ما و گفته که همکاری کنید وگرنه شکنجه می شوید. پاسخ: من در تمام مدت حدود 20 سال خدمت در ساواک حتی از یک نفر بازجویی نکردم و همیشه کار ستادی داشتم. تنها در چند مورد انگشت شمار چند زندانی را دیدم که دلیل آن هم این بوده است که بازجویان به متهم وعده می‌دادند که اگر حقایق را بگویند ممکن است تحت تعقیب قرار نگرفته و سریعاً آزاد شوند، ولی متهمین چون بازجو را در حدی نمی‌دانستند که به حرف او اعتماد کنند، بازجویان در صورتی که زندانی در حد بالایی از اهمیت قرار داشت پیشنهاد می‌دادند اگر من که چهره‌ام شناخته شده است این تأمین آزادی را به متهم بدهم، احتمال دارد آن را باور و همکاری کنند. لذا من چند نفر انگوش شمار از این قبیل زندانیان را به این دلیل ملاقات کرده ام، نظیر کوروش لاشانی، سیاوش پارسان نژاد و سیروس نهاوندی از سازمان انقلابی حزب توده که آنها را تشویق به اظهار حقایق یا انجام مصاحبه مطبوعاتی کردند که بلافاصله هم آزاد شدند. پرسش: البته برخی از چپ‌ها هم معتقدند که شما یعنی ساواک هم در زندانتان شکنجه بوده و حتی در ایام ریاست خود شما هم بوده. پاسخ: من شکنجه را غیر قانونی می دانستم و در هر فرصتی که به دست می آوردم با آن برخورد می کردم، که ممکن است بعد بیشتر در این باره توضیح دهم. پرسش: البته در جلسات قبلی یک بار فرمودید که من تایید نمی کنم که در آن ایام شکنجه وجود داشته، واقعا پنهانکاری و کتمان می فرمایید؟ مثلا معتقدید که مذهبی ها را اصلا و ابدا شکنجه نکرده اید و شاید پس از انقلاب در روایات ها آنها از این قضیه سوء استفاده می کنند یا نوعی مصادره به مطلوب؟ پاسخ: حالا که شما اصرار دارید درباره شکنجه زندانیان بیشتر صحبت شود، بگذارید کمی در این باره به زمانهای دورتر برویم و بعد برگردیم به دوره رژیم شاه و نهایتاً حکومت جمهوری اسلامی که در آن شکنجه از همه ادوار تاریخ ایران وحشیانه تر بوده است. شکنجه و تنبیهات بدنی یک عارضه ضد حقوق انسانی است که از دیر باز در بسیاری از نقاط دنیا وجود داشته و اکنون نیز متاسفانه در برخی از ممالک جهان ادامه دارد. در میهن ما ایران نیز قرنها از آن برای تحت فشار قرار دادن افرادی که به دلایل مختلف اعم از جنایی و یا سیاسی زندانی می شدند یا حتی برای واداشتن و تنبیه اشخاص به انجام یا عدم انجام کاری استفاده می شده است. روحانیون که تا زمان مشروطیت عهده‌دار امر قضاوت در جامعه بودند،
علناً و با استناد به قوانین اسلامی انواع و اقسام شکنجه را به عنوان تعزیرات اسلامی اعمال می کردند. بله دوستان، به پایان بخش 11 کتاب در دامگه حادثه رسیدیم. عزیزان یک بار دیگه برنامه رو زحمت بکشید، اشتراک گذاری کنید، از یکایی که شما سپاسگزارم. قدردان شما هستم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. بهترین ها رو از صمیم قلبم برای یکایی که شما آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.